سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه 26 ماه میزان سال 1394 هجری خوشیدی در آغاز سرخط چند خبر. اطمینان رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی از شکست طالبان در برابر نیروهای دولتی. انتقاد هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان از ناتوانی مدیریتی و استخباراتی در کندز پیش از سقوط. موجودیت آموزگاران خیالی در بغلان و اختلاس میلیون ها افغانی از پول معارف این ولایت. واکنش مجلس سنا و تهدید طالبان در برابر شبکه های طلوع و یک. و برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. عبدالله میگوید که دشمنان از آغاز حکومت وحدت ملی همه آمادگی هایشان را برای سقوط نظام روی دست گرفته بودند. این مقام حکومت وحدت ملی به مردم اطمینان میدهد که برنامه های دشمنان ناکام ماندن با کشور در آستانه سقوط قرار ندارد. آقای عبدالله تاکید میبرزد که در روند صلح اشتباهات گذشته تکرار نخواهند شد و این بار حکومت از جایگاه قدرت گفتگو خواهد کرد. از سوی هم رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی از تصمیم واشنگتن برای نگه داشتن 5500 سرباز آمریکایی در افغانستان استقبال میکند. میخواهد به مردم اطمینان بدهد که ناامنی های اخیر نباید دلسردی ها را در میان شهروندان کشور بیشتر راه بدهد. هرچند میپذیرد که حکومت وحدت ملی در تامین امنیت بخش های از کشور کوتاه آمده است. دشمن های کشور ما همه آمادگی ها را گرفته بودند برای سقوط دادن نظام. همه آمادگی ها. گفتم خدمتتان که از زمانی که سر و صدای برآمدن و خروج قوت ها مطرح شد در سالهای قبل، فقط استراتژی و تکتیک طالب ها و تروریستایی که با اونا همراه بودن امی بود که چطور نیروهای خود حفظ کنن در حالی که تلفات ملکی و تلفاتی که با مین و جاگذاری مین و عملات انتحاری داشتن با نوع عملیات های خود ادامه دادن. میگوید تامین امنیت در صدر برنامه های حکومت قرار دارد، اما ظاهرا سقوط کندز شکنندگی های این برنامه ها را براخ کشید، چیزی که حکومت افغانستان هم از این کار به شدت نگران به نظر می رسد. جنایت جنگی صورت گرفت، جنایت علیه حقوق بشر صورت گرفت در زن و مرد او ولایت که ای هم نشان می ده طبیعت تروریسم، افراطیت و گروهی که با استفاده از نام پاک اسلام بزرگترین جنایات بر ضد مسلمان ها و بر ضد بشریت انجام میدن. آقای عبدالله میگوید که حکومت افغانستان از تصمیم واشنگتن برای حفظ 5500 سربازش پس از سال 2016 میلادی در افغانستان استقبال میکند. تاکید بر ادامه روند سال و پیشبرد آن متفاوت تر از گذشته ها نیز بخش از گفته های رئیس اجرایی را میسازد. در راستای صلح از موضع قوت باید صحبت شود و قوت انشاءالله حقانیت مردم افغانستان و حقانیت دولت افغانستان است که در راستای تأمین صلح عادلانه متعهد و مصمم است. رئیس اجرایی از مردم می خواهد که در برابر تمامی توطئه ها بسیج شوند و افغانستان را از این مسیر دشوار گذر به سوی آینده های بهتر برسانند. هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان که تازه از کندز برگشته است ناتوانی مدیریتی و استخباراتی را در این ولایت عامل سقوط کندز میداند. این هیئت میگوید که نفوذ دشمن بر خطوط دفاعی نیروهای امنیتی در کندز سبب شد تا کندز سقوط نماید. این هیئت میگوید که اگر طالبان در این ولایت سرکوب نشوند احتمال دارد که رویداد کندز دوباره تکرار شود. هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان که چگونگی سقوط شهر کندز را بررسی کرده است میگوید که نیروهای دولتی در هنگام پسگیری کندز تلفات سنگینی بر طالبان وارد کردند، اما 42 تن از نیروهای دولتی که بیشترشان نیروهای پلیس ملی هستند نیز جان باختند. اکثرا جاها قبل از اینکه مقاومت جدی صورت بگیره به شکل دشمن نفوذ کرده از داخل و خطوط دفاعی از هم پاشیده
و منجر به سقوط کندز شد. این هیئت جزئیات بیشتر درباره تلفات غیر نظامیان به دست نمی‌دهد، اما گزارش‌های از کشته شدن در حدود 70 غیر نظامی در رویداد کندز وجود دارند. طالب داخل شد برای دمو اولی پشت سر داولی همسایه در آمد پیش روی چشم خود ما که ما از سر مرده تیر شدیم. پنج بچه همسایه را زد از بین برد، مرداشان غلطیدگی بود. بعضی از خانمایی هم بودن که مورد آزار از جنسی قرار گرفتن. خب به هر نحوی که باشه وضعیت کندز واقعا وخیم است. رئیس این هیئت میگوید که بررسی‌های آنان نشان می‌دهند که ناتوانی مدیریتی مقام ولایت و ضعف نهادهای استخباراتی سبب شد که کندز به دست طالبان سقوط کند. این هیئت از گزارش‌دهی‌های نادرست به مقام‌های ارشد سخن می‌زند و می‌گوید کسانی که در کندز مجازات می‌شدند مکافات شدند. ما فکر می‌کنیم یکی از ضعف‌هایی که وجود داره اکثرا مسئولین و مقامات زیرسلا گزارش‌های واقعی را ارائه نمی‌کنند. یک موضوع، موضوع دوم همیشه کوشش می‌کنند طوری اوضاع را جلوه بدن که خود کمی بهتر و در وضع خوبتر تعریف بکنند. هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان از مسئولان می‌خواهد که عملیات‌هایشان را در کندز تا هنگام نابودی کامل هراس‌افکنان ادامه بدهند تا فاجعه کندز تکرار نشود. مسئولان معرف بالاسپوری بغلان مرکزی از موجودیت بیشتر از 100 آموزگار خیالی خبر می‌دهند. مسئولان معرف بالاسپوری بغلان مرکزی می‌گویند که از چندین سال بدین سو تنخواه آموزگاران خیالی اختلاس می‌شوند. در این حال، سارنوالی استیناف ولایت بغلان می‌گوید که سنتای به این نهاد رسیده است که نشان می‌دهد در معرف این ولایت اختلاس شده است و این نهاد این پرونده را زیر بررسی دارد. اما سرپرست معرف ولایت بغلان موجودیت آموزگاران خیالی را در این ولایت رد می‌کند. مسئولان معرف ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان از آموزگاران خیالی سخن می‌زند و می‌گوید که شمار آموزگاران خیالی به بیش از 100 تن می‌رود. در سال 1392 به تعداد 113 نفر به نام معلمین رهنما خیالی و در سال 1393 به تعداد 49 نفر کارمندان خدماتی است که خیالی هستند که هیچ کدامشان وجود فیزیکی نداشتند. ریاست سارنوالی استیناف ولایت بغلان میگوید که بررسی های نخستین نشان میدهد که در این زمینه 4 میلیون افغانی اختلاس شده است. در صورتی که از امی آدرس امی سارنوالی استیناف اعلام میکنم که در صورتی که ما دستیابی به حقایق شویم که مرتکب یا مرتکبین جرم هر شخصی که باشه به هر سلیقه‌ای که باشه چون در اختلاس منافع ما مطرس. اما ریاست معرف بغلان موجودیت آموزگاران خیالی را رد میکند. اکثریت مکاتب ما عموماً معلمینش رسمی هست، معلمین خیالی وجود نداره. میتونم که هم هر کسی تحقیق کنن و ما آماده از این هستیم که هر کسی که تحقیق میکنن ما آماده هستیم. بیش از این نیز وزیر معارف از موجودیت مکتب ها و آموزگاران خیالی پرده برداشته است، اما وزیر پیشین معارف این موضوع را به شدت رد میکند. مجلس سنا تهدید طالبان را در برابر تلویزیون های طلوع و یک حمله بر آزادی بیان و مردم سالاری در کشور می داند. این سناتوران هدف از این تهدید طالبان را پنهانکاری جنایت ها می دانند و از نهادهای امنیتی می خواهند که امنیت رسانه ها و خبرنگاران را تضمین کنند. در این حال عبدالله در واکنش به این تهدید طالبان تاکید می ورزد که حکومت امنیت خبرنگاران و رسانه ها را در کشور تضمین خواهد کرد. تهدیدهای طالبان در برابر تلویزیون‌های طلوع و یک این بار واکنش‌های سناتوران را برانگیخته است. برخی از سناتوران این تهدیدها را برخواسته از تلاش طالبان برای پنهان کردن آنچه که در کندز انجام دادند می‌گویند. برنامه طالبان را تقبیه می‌کنم. این دقیقت حمله به دموکراسی است، با آزادی بیان است، با کتمان حقایق و واقعیت ها در افغانستان است. حمله بر رسانه ها درست که یکی از دستاوردهای 13 سال افغانستان است، اما حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمرده میشه. در این حال رئیس اجرایی از بازتاب گسترده واقعیت های جنگ کندز از سوی رسانه های کشور ستایش میکند. با وجود تهدیدهایی که از طرف حلقات در موردشان صورت گرفته وظیفه خود انجام میتن و
وظیفه خود رئیس شهروند انجام میتن و رئیس رسانه هایی که وظایفی در راستای کاری خود دارن وظایف خود در شرایط بسیار دشوار انجام دادن و با شجاعت انجام دادن. در روزهای پسین عالمان دین، فعالان جامعه مدنی و شهروندان کشور در گرد همایی های جداگانه از کارکردهای رسانه ها در کار ادلاع رسانی از سقوط شهر کندوز ستایش کردند و تهدید طالبان را در برابر تلویزیون های طلوع و یک به شدت نکوهش نمودند. ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان باید مشروط به آماج قرار گرفتن پناهگاه های عراس افغانان در بیرون از مرزهای افغانستان باشد. شمار از سناتوران از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تمدید حضور این کشور در افغانستان استقبال می کنند، اما تاکید می ورزند که آمریکا همزمان با تمدید حضور نظامیان ناتو در افغانستان باید فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی را بر پاکستان بیشتر سازد و پناهگاه های عراس افغانان را در خاک پاکستان از میان بردارد. سناتوران از تصمیم رئیس جمهور اوباما برای تمدید حضور نظامیان ناتو در افغانستان استقبال می کند. یگانه دلیل بودن خارجی‌ها در افغانستان و عساکر خارج در افغانستان طالب هستند. موږ په ستراتیژیک ملګری خوشحاله یو، په امنیتي تړون خوشحاله یو، اما موږ باید د پاکستانیان څخه مطلقا خلاص یو. دوی باید پر پاکستانیان باندې فشار راوړي چې نور د افغانانو د وژلو څخه لاس واخلي. شماری از سناتوران دیگر میگن که تمدید حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان باید توانایی نیروهای دولتی افغانستان را افزایش دهد. کموج واقعا هوایی ځواک درلودای، واقعا زغروال او توپچی قوی قوتونه مدلودای د کندوز پیشانه تکرار کړي. آمریکایی‌ها به جای از اینکه در افغانستان حضور داشته باشند، فشار سیاسی لازمه و فشار نظامی لازمه و فشار اقتصادی لازمه بالای حلقاتی که طالبا و تروریستا را حمایت میکنند و تمویل میکنند ایره به وجود بیاره. بر بنیاد فیصله تازه باراک اوباما پس از سال 2016 میلادی 5500 سرباز آمریکایی در کنار دیگر نیروهای ناتو در افغانستان حضور خواهند داشت. در این حال روسیه هشدار می‌دهد که حکومت افغانستان ممکن است به تنهایی به تهدید داعش رستگی کرده نتواند. معاون وزیر دفاع روسیه با ابراز نگرانی از گسترش نفوذ داعش در افغانستان می‌گوید که پس از بیرون شدن بسیاری از نیروهای خارجی از افغانستان ممکن است کابل به تنهایی نتواند با داعش روبرو کند. این مقام بلندپایه روس هشدار می‌دهد که داعش می‌خواهد از افغانستان همچو پایگاه برای نفوذ در کشورهای آسیای میانه کار بگیرد. از این دو، حکومت افغانستان در پیکار با حراس افغانی باید از سوی جامعه جهانی و ویژه کشورهای منطقه یاری شود. مقام های ارشد روسیه برای چندمین بار نگرانی ایشان را از حضور حراس افغانان به ویژه داعش در افغانستان ابراز می کنند. قلمرو افغانستان از سوی گروه داعش برای گسترش نفوذش به سوی جمهوری های آسیای مرکزی از کشورهای مستقل مشترک المنافع استفاده خواهد شد و این گروه از افغانستان برای نفوذ به ایالت سینکیانگ و منطقه خود مختار آیغور چین نیز کار خواهد گرفت. مقام های روسیه می گویند که داعش خطر جدی برای منطقه است. در حالی که نیروهای جهانی از افغانستان بیرون خواهند شد، این روشن نیست که آیا کابل توان رویارویی با تهدید داعش را خواهد داشت یا نه. در همین حال رئیس اجرایی حکومت میگوید که هر کشوری که برای نابودی حراس افغانان در افغانستان کمک کند از آن استقبال میکنند. هر کشوری که خواسته باشه با دولت افغانستان رسما در قسمت کمک ها کاری بکنه از او افغانستان استقبال میکنه. اکنون هم گفته میشود که برخی از مقام های حکومت افغانستان به روسیه رفتند تا با مقام های روسیه درباره وضعیت افغانستان گفتگو نمایند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه این خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. نخستین انتخابات پارلمانی در مصر پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی رئیس جمهور منتخب این کشور امروز برگزار شد. میلیون ها مصری برای گزینش 596 عضو پارلمان به پای صندوق های رای دهی رفتند. بسیاری از نامزدان انتخابات از رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی و حسن مبارک رئیس جمهور پیشین به گونه قاطع پشتیبانی می کنند. در این انتخابات جنبش اخوان المسلمین شرکت نکرد، زیرا این جنبش یک گروه ممنوع شده اعلام شده است.
نخستین انتخابات پارلمانی در مصر پس از سرنگونی حکومت محمد مرسی رئیس جمهور منتخب این کشور به روز یکشنبه برگزار شد. از میان جمعیت 89 میلیونی مصر 54 میلیون واجد شرایط رای دهی شناخته شدند. دور نخست در 15 ایالت مصر برگزار شد و دور دوم به روز 22 و 23 مای آینده میلادی در 13 ایالت دیگر برگزار خواهد شد. در جریان هر دو دور انتخابات از میان 569 عضو پارلمان 568 عضو از سوی مردم انتخاب می شوند و 28 نماینده را رئیس جمهور منتصب خواهد کرد. شرکت در انتخابات وظیفه است که ما باید انجام بدهیم و با این کار آینده خود و کودکانمان را رقم بزنیم. هر کسی باید به خاطر کشورمان رای بدهد تا بتوانیم پارلمانی داشته باشیم که از کارهای حکومت نظارت کند. این فرجامین گذار ما به سوی دموکراسی است. پارلمان پیشین که نزدیک به نیمی از اعضایان از جنبش اخوان المسلمین بودند به حکم دادگاه در سال 2012 میلادی منحل شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی که در سال 2013 رئیس ارتش بود با کودتای نظامی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب را از قدرت برکنار کرد و مرسی را با صدها عضو دیگر اخوان المسلمین به زندان افکند و اخوان المسلمین را یک گروه ممنوع شده اعلام نمود. و اکنون نگاه زود گذاری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. در ادامه درگیری ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در بخش های اشغالی 3 فلسطینی زخمی شدند و چندین تن دیگر بازداشت شدند. درگیری های فلسطینیان معترض با نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان یهودی 18 روز پیش آغاز شدند و تا کنون در نتیجه این درگیری ها 42 فلسطینی و 7 اسرائیلی کشته شدند. ارتش سوریه از پیشروی در برابر شورشیان با همکاری جنگجویان حزب الله و ایرانی خبر می‌دهد. مقام‌های ارتش سوریه می‌گویند که آنان توانستند با پشتیبانی حمله‌های هوایی روسیه بخش‌هایی از شهر حلب را از اداره مخالفان مسلح بیرون سازند. یک طوفان نیرومند توأم با باران‌های شدید فیلیپین را در نوردید. مقام‌های فیلیپینی می‌گویند که این طوفان امروز با سرعت 175 کیلومتر وارد این کشور شد و افزون بر ویران کردن ده‌ها خانه، دست کم 10,000 تن را ناگزیر به ترک خانه‌هایشان کرده است. تا کنون جان باختن یک تن در نتیجه این طوفان تایید شده است. و اینکه 2500 تن به گونه گروهی در بندر هنگ کنگ شنا کردند. شرکت کنندگان این رقابت شنا از کشورهای گوناگون بودند و یک شناگر برزیلی به مقام نخست دست یافت. این رقابت پس از یک وقفه 33 ساله از سر گرفته شده است، زیرا در نتیجه آلودگی آب شنا کردن در بندر هنگ کنگ ممنوع بود. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزیر ترانسپورت هوانوردی هشدار می‌دهد که اگر کشورهای همسایه در خاکشان با موترهای باربری افغانستان اجازه رفت آمد را ندهند، حکومت واکنش هم مانند نشان خواهد داد. این در حال است که مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که پاکستان با بهانه‌های گوناگون نمی‌خواهد که با موترهای باربری افغانستان گواهینامه عبور به این کشور را بدهد و این کار سبب شده است که به تازگی در تورخم بیشتر از 300 موتر باربری افغانستان از سوی پاکستان ایستاده بمانند. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع یک بار دیگر با شکایت از مشکل افزایی پاکستان در برابر موترهای بربری افغانستان در خاک پاکستان میگویند که ندادن گواهی نامه عبور به موترهای بربری افغانستان از سوی سفارت پاکستان در کابل سبب شده است که بیش از 300 موتر باردار افغانستان در مرز با این کشور متوقف بمانند. در ترنگ ملی حاکمیت دیچید یا ملک موتر دریور بدون د ویزه بدون د روټ پاسه د افغانستان په خاوره کې ګرځي او ماته څوک اجازه نه راکوي. به خاطر رفع این معضله از طریق تماس ها، صحبت ها و مذاکرات با جانب پاکستانی به ویژه سفارت جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل جدا تلاش می‌ورزند تا این مشکل حل شود.
از سوی مسئولان اتاق تجارت و صنایع با در نظر داشت مشکلات برخواسته از تفاهم نامه ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان از رئیس جمهور میخواهند که برای بازنگری این تفاهم نامه اقدام کند. اگر افغانستانی کار نمیکنند، امی اتحادیه که دیگه تمام شما ششتین، ما تورخمه بند میکنیم و باز یک موتر پاکستان اجازه نمیتیم که طرف بیم. در صورتی که کشورهای همسایه ما در قسمت تردد و وسایط ما در خاکشان روی بالمثل نکنند، ما تصمیم تخلیه بار موترهایشان را در سرحدات کشور میگیریم. پیش از این نیز پاکستان برای مشکل افزایی فراراه صادرات میوه‌ها و سبزی های تازه کشور تعرفه های گمرکی را بر این کالاها تا 3 برابر افزایش داده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها می گوید که حضور نیروهای امریکایی پس از سال 2015 میلادی در افغانستان تأثیر مثبت بر افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی خواهد داشت و حکومت باید برای رشد اقتصادی از تولیدات داخلی حمایت کند. اتاق‌های تجارت و صنایع می گوید که اگر حکومت می خواهد سرمایه گذاری ها افزایش شود، باید امنیت سرمایه گذاران را تامین کند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. $1 امریکایی 64 افغانی و 55 پول، 1 یورو 73 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 980 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 614 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. تشکر میکنم. چی از تازه ترین های ورزشی تان میشه؟ تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار رسمی در مسابقات پنجاوره در برابر زیمبابوه قرار گرفت و همچنان هم جام جهانی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال در چیلی آغاز شده است. این همه و چند خبر ورزشی دیگر تا لحظات بعد. سلام و این هم چند خبر ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار رسمی پنجاوره بین‌المللی در برابر زیمبابوه قرار گرفته است. در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 272 دوش را برای تیم ملی زیمبابوه هدف تعیین کرد. اکنون تیم ملی زیمبابوه تلاش دارد تا هدف داده شده سوی افغانستان را برآورده سازد. تیم ملی کرکت کشور در سومین دیدار رسمی پنجاوره بین‌المللی به روز سه‌شنبه همین هفته باز هم در برابر تیم ملی زیمبابوه به میدان می رفت. مدال‌آوران فدراسیون‌های پاورلیفتینگ و کوراش از سوی اتحادیه ملی جوانان کشور ستایش شدند. در این حال ورزشکاران مدال‌آور ستایش از ملی پوشان را برای دادن انگیزه در راستای برافراشتن پرچم کشور در رقابت‌های بیرون مرزی در آینده سودمند می‌دانند. در محفلی که به منظور ستایش از مدال‌آوران در یکی از رستوران‌های کابل برگزار شد، شماری از مدال‌آوران فدراسیون‌های پاورلیفتینگ و کوراش که از رقابت‌های بیرون مرزی برای افغانستان افتخار آفرینی کرده‌اند، از سوی اتحادیه ملی جوانان ستایش شدند. یگانه چیزی که در رشد و انکشاف ورزش تاثیر داره او تشویق است. تشویق چی مادی باشه، چی معنوی باشه، چی با یک ورق کاغذ باشه، این رول بسیار مهم داره. وقتی که ورزشکارا تشویق بشن از دستاوردهاشون قدردانی میشه، این برای ورزشکارا یک روحیه خاص را میدن تا به مسابقات بعدی خود آمادگی خوبتر را بگیرن. این ملی پوشان در یک ماه اخیر بیشتر از 10 مدال طلا، نقره و برنز را از رقابت‌های بیرون مرزی به نام افغانستان به دست آوردند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شامتان بخیر. خدا نگهدار.